وارد خیابون انوری میشیم. نسکافه، قهوه، یه اسپری، این چیه رانی، این چیه خارجی، کاپوچینو، نسکویک. من خیلی ها خاطر دارم، هنوزم که هنوزه معروفه و شیرازی ها دوستش دارم. کباب ترکی صدر که مال پهلوی اوله، یعنی پهلوی اول ساخته شده و رستوران و کافی شاپ و اینا هم داخلش هست. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب و خوش سلامت باشه. ممنونم از هزاران ویدیویی که به چشمتون میخوره و میتونید به سادگی هرچه تمامتر نادیدش بگیرید و رد بشید، این ویدیو رو انتخاب کردید. حتما بهتون خوش میگذره این چند دقیقه. خیابون زند شلوغ شیراز هستیم، یکی از خیابونهای مشهور و معروف شیراز. ساعت تقریبا 6:07 شب هست و میخواییم بریم خیابون انوری رو با هم ببینیم، یعنی از خیابون زند رد بشیم و خیابون انوری با هم بگردیم. الان رسیدیم به کوچه دهنادی، برای اونا که خاطره دارن یکم قدم میزنیم. ممنونم از حمایتایی که میکنید، همین یه دکمه لایک هم میزنید برای ما بس، باعث میشه که بیشتر ببینن، یعنی یوتیوب بیشتر به دیگران پیشنهاد میده و کامنت هم گذاشته دیگه، خیلی لطف زیادی میکنید. سمت راست سلور داخل آقا ها راستی بارو Yeah.
اومد تو شیراز یکم خیابونه اطراف شاچرا و ماشیناش کنترل یعنی نمیذارن خیلی شلوغ خلوغ باشه. خیابونه نایده ای و نمازی و اینا رو بستن. خیابون داریوش برای اونایی که ندیدن توی کانال دیگه‌مون که میریم جای خوردنی ها رو وسط راه امتحان میکنیم، توی این خیابون یه یوخه پزی قدیمی است حدودا 80-90 ساله که رفتیم یوخه رو گرفتیم اونجا. حالا گلدک هم میگن، لینکشو براتون میذارم تو اون یکی کانالمون هست، حتما ببینید. اینجا برای اونه که یادشونه دهه 70 یا 80 هم میشه گفت دو طرفه بود ولی الان یه طرفه است. یعنی قشنگ با ماشین اینجا میمدی میرفتی. وارد خیابون انوری میشین که بیشتر اجناس و مغازهایی که اینجا هست و اجناسایی که میفروشن خارجیه، یه جور خارجی فروشی های شیراز اینجا هستن. مکمل های غذایی، زیتون های مال لبنان و سوریه و ترکیه، شامپوها دیگه، چیه شکلات و مسواک و خمیردندون و سس و آب پرتیه یا پرتقال و این چیزا، سیر. پذیر انوری مجتمع تجاری منستان، من تا حال داخلش نرفتم. پاساژ عادی و ساده. بین خودمونم باشه اینجا من دیدم، حالا نه تو مغازان سم تو موتوری هایی که مثلا یه دفعه یه پلاستیکی رد و بدل میشه، قرص ها و چیزا، چیزای کمیابی که پیدا نمیشم اینجا هست. یه نوع بازار سیاه
نه تو مغازه، من مثلا آبر دیدم نسکافه، قهوه، یه اسپری، این چی رانی، این چی خارجی، کاپوچینو، نسکویک. کمپوت. اینجا هم رادیو تلویزیون تعمیر میکنم. زیتون. خب رسیدیم به فسفودی 110 که خیلی ها الان هم بوه کباب ترکی شما خیلی ها خاطر دارن، هنوز هم که هنوز معروفه و شیرازی ها دوستش دارن. کباب ترکی 110 که چیه دیگه هم داره ولی به کباب ترکیش معروفه، مثلا همبرگر و انتظام داره. کباب ترکیش 470 تا میکسش 470 نام چه خبر؟ 435 شماره 444. من یادم میخریدیم 7000 تومان، 8000 تومان، یه موقع شد 15000 تومان، یه موقع شد 35 تومان، حالا شده 470 تومان. درخواست زیاد بود این ارز اینجا امارت شاپوری، اینجا هم امارت قشنگیه، مال پهلوی اوله، یعنی پهلوی اول ساخته شده و رستوران و کافی شاپ و اینا هم داخلش هست. هم یه جای به نوعی تاریخی حساب میشه و هم بخواین مثلا غذای سنتی و اینا بخورید جای خوبیه. ماشین سن جا به جا نمیشه. یکی دیگه از شدشت دوبه اینقدر خارجی نوتلا ولی انارا باید یه پاچی بزنم نگاه کنم خراب چیز نباشه، همینجوری فقط یکم با چاقو
سرش زده بودم همجور فشار یکم باید باش بکنم این عراوی یه چیزی پورمک نزده کرمی خب خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خیابون زن قسمت شد دیدیم یعنی آبناری خوردیم و خیابون انبری پس تا یه ویدیو دیگه اگر که هنوز سابسکرایب ندارید کانال رو سابسکرایب کنید که از دست ندید ویدیو رو مخلصم خدا نگهدار. Thank you.